آیت الله سید حسین شیرازی که در آستانه ماه محرم الحرام و برای فعالیت‌های تبلیغی معمول خود راهی کویت بودند در فرودگاه بین المللی تهران از سفرمن و گذرنامه وی توسط مقامات حکومت ایران ضبط شد آیت الله سید حسین شیرازی ممنوع الخروج شده و گذرنامه ایشان در فرودگاه بین المللی تهران ضبط کردید. در آستانه ماه محرم الحرام با زمانی که فرزند آیت الله سید صادق شیرازی قصد خروج از کشور ایران را داشتند، پاسپورت ایشان در فرودگاه بین المللی تهران ضبط شد. این اولین باری نیست که حکومت ایران در آستانه ماه محرم وکلا و نمایندگان آیت الله عظما شیرازی را تحت فشار قرار می دهد. اما این بار این فشارها متوجه فرزند ارشد و خانواده مرجع عالی قد شده است. مدتی قبل نیز سفارت ایران در کویت از صدور گذرنامه جدید برای نوادگان آیت الله العظما شیرازی خودداری کردند و بعد از گذشت حدود پنج ماه هنوز امکان بازگشت به ایران برای آنها فراهم نشده است گمان درباره علت این نوع برخورد و تعمیم دادن فشارها و کشاندن آن به خانواده آیت الله العظما شیرازی حاکی از ارتباط این فشارها با بیانات ایشان در سخنرانیهای های سالیانه و یا نشست های علمی معظم الله به شکل روزانه در نقد عملکرد حاکمان اسلامی و ظلم و فساد سازمان یافته و نوع حکومتداری آنها در ایران و دیگر کشورهای موسوم به کشورهای اسلامی است. همچنین این امکان نیز وجود دارد که این فشارها در ادامه فشارهای نظام ایران در پی سخنرانی های آیت الله سید حسین شیرازی در نقد ولایت مطلقه فقیه و فرعونی خواندن آنان باشد. سید حسین شیرازی در 15 اسفند ماه 1396 به دلیل انتقاد از رهبر ایران بازداشت شد. او در جلسه ای تعریف جایگاه ولی فقیه در حکومت ایران را مشابه جایگاه فراینه مصر توصیف کرده بود که خود را از هر گونه انتقاد و پاسخگویی فارغ می دانستن. مرجعیت شیرازی همواره و در طول تاریخ درخشان خود نشان داده نه تنها با هیچ حکومتی از در مسامحه و لاپوشانی وارد نشده بلکه ظلم را بر نمیتابد و آن را به نقد میکشد و سعی در اصلاح آن دارد حکومت ایران نیز که طی چهل و اندی سال گذشته مخالف مراجع مستقل شیعه بوده و کارنامه خوبی در تعامل با ایشان ارائه نکرده گویا باز هم روی خوشی به بیانات آیت الله العظم شیرازی نشان نداده و از در جنگ وارد شده است. علی اکبری اخبار شیه